Let's go. Oh. How are you, my friend? Thanks. Where are you from? Iran, Shiraz. Shiraz. Where is Shiraz? Do you know? I'm from Egypt. Egypt. Yes. Oh, no, Salam alaikum. No. Salam alaikum. You are Iranian. من با ایرانی از 600 کیلومتری میزنم. خب آقا نظرت در مورد همین فارسی حرف میزنیم ما الان؟ نه. نظرت در مورد هموطنای ایرانی چیه؟ والله من به نظر من اول ذات آدم مهمه. خب ذاتشون چجوریه ایرانیه که ایران. چند سال اینجایی؟ سوالای من سریع میاد. شما رو صندلی داغ وایسادی. صندلی داغ وایسادم. بگو. من مهم اول برام ذات افراده. نه چند سال اینجایی؟ من الان تقریبا چند روز اومدم. چند روز اومدید؟ حالا خانواده‌ام اینجا هستن. خوش اومدی به کانادا. قربون تو. کانادا خیلی بهتر از ایرانه. ایران هیچ جای دنیا ایران نمیشه. به خدا اینجا حالا یه ذره بمونی. سیستم اینجا خوبه. نه ببین یه ذره بذار بمونی. من محل زندگی من جایی که دنیا اومدم ها. شیراز خیلی خوبه. خب حالا هدف چی از اومدن اینجا؟ من الان آمریکا. ابن نداره. هاو آر یو؟ شما هاو آر یو مای فرند؟ خب پیامت برای ایرانیا چیه؟ ایرانی باشید. این فیلم هم میخوام بذارم تو فیسبوک ها. آقا ایرانی باشید کاکو، فرهنگ ایرانی نه فرهنگ عرب. یه شعرم از ما ایرانی هستیم. متوجه هستید کاکو؟ پس دبی اینقدر روش کرده اونا عربن. بگو دبی اصلا میکنم یه مرکز هندلینگ شده. چه رشدی کرده؟ خب عربن ولی نیاز کنم اصخایی میکنم من با بگو. این واقعیت بهتون میگم ذاتش کسی فراموش کرده دیگه به هیچ جو نمیشه. خب اصلا بشه فلان ذات ایرانی خوبه. یعنی ذات ایرانی عالی. یه نجات من نجات پرستان صحبت نمی کنم. همه دنیا رو دوست دارم. خب ولی ایرانی بیشتر. برام هم شاخص ایه که هر کسی انسان باشه شاخصهای انسانی رعایت بکنه. خب ولیش وقت یادت نری با واد کیه. خب آره بابای ما کی بوده؟ حالا بعد من کی بوده؟ من از نژاد کوروشم بو من از سرزمین خب. پارسم من خب. یه پارتی هم با افتخار آره، میگم آره، آره. روزی که دنیا رو توحش داشت میگرد میخورد آه. جد من باعث شد که دنیا با هم با دوستی و رفاقت و ارزش ها خب یه سوال بردن. پس چرا جد تو یعنی شاهنشاه بزرگ نتونست اون کشور رو نگه داره با همون حرفای کوروش؟ جهل کی؟ جهل مردم. خب یعنی از ذاتمون دور شدیم. ما فرهنگ ایرانی رو فراموش کردیم اومدیم فرهنگ عرب رو بگو ببین چرا فرهنگ عرب رو بدون آنالیز ایرانی یعنی ایرانیزش نکردیم. بدون آنالیز کردن یک فرهنگ بیگانه رو اووردیم اولویت دادیم گذاشتیم بالو. بعد من شدم عام او عربو شد خاص شد سید. من باید بهش خمس میدادم. من باید میرفتم اجازه هر کاری از اون میگرفتم. شدم هم کلاغی که میخواست راه رفتن کپک یاد بگیره راه رفتن خودشان داشت. اسم شما چیه بخشی؟ میتونی اسم بگی؟ میتونی نگی اگه دوست نشته باشی. اسم مستعار بگو. حالا نگو به مهم نیست. من از نوادگان کوروشم و کوروشم. کوروشان پس چرا اون شاهنشاهی که میگفت کوروش آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم چرا نتونست به این مردم اون فرامین اون اعتقادای کوروش رو تعلیم بده که ما نیایم بگیم درود بر خمینی؟ این سوال من خیلی مهمه جواب بده. ببینید عوامل رشد یا نقصان افراد جامعه و ملت ها یکی و دوتا نیست. یه جایی قدرتمندای دنیا تصمیم گرفتن حکومت ایران رو عوض کنن. پس ببین شاه هم پارتی از اون قدرت بود. آره حکومت ایران چون شاه خودش هم آریه‌ای به قدرت رسیده بود. شما توجه کنید من توجه کنم رضا شاه بعد از جنگ جهانی دوم با وجودی که شاه مملکت بود تبعید شد. محمد رضا وراثتی یا بر اساس حکومت ایران به قدرت نرسید، بر اساس توافق قوای متفقین به قدرت رسید و همین مسئله باعث شد که ایشون بارا و بارا روی تخت سلطنتش بلرزه، اون اقتدار لازم رو نداشته باشه. من در صورتی بخنم. که او اقتدار لازم رو اگر داشت عذرخواهی میکنم جایی که بخواست برخورد بکنه به مردمش روشنگری ایجاد میکرد. اگه روشنگری ایجاد میکرد مردم به اینجا و نمیرسیدن. من آقا بزرگ ما میگفت بابا برید دیگه حسابتون با کرام الکاتبین سرکارتون افتاده بود. هیچ وقت با برجا هیچ حکومت نمیمونه، چه خوب چه بد. خواه هیچ وقت با برجا نمیمونه چون نظرهای موافق
موافق و مخالف خیلی زیاده. خیلی ممنون. همه چیا. ببین حالا من سوالم این بگو. میشونم سوالت کنم. ما نمیتونیم بگیم مثلا همه کوروش یا نوادگان کوروش یه عده اومدن اینا رو کنار گذاشتن. بایی که خوب بودن، بایی که همه چیره